فعالیت‌های تجزیه طلبانه گروه‌های پانها، چه پان ترک‌ها، چه پان عرب‌ها، چه پان کردها، چه پان بلوچ‌ها در ایران، حامی اصلیشون یهود ضد ایرانی هستش که با خود مردم یهود در اسرائیل هم مشکل دارن و صهیونیست ها دارن در واقع ساپورت میکنن. تمام گروه های پرسش بسیار درست و ارزشمندی پرسیدید. تمام گروه های تجزیه طلب امروز چه در چارچوب درون ایران دارن کار میکنن، چه بیرون ایران گروه دارن، تو اروپا، توی کشورهای عربی، توی ترکیه، توی باکو، همش مورد حمایت موساده. یک جرسومه هم هست به نام ادی کوهن که اصلا چند سال خودش داره پاره پوره میکنه که ناتو عربی تشکیل بشه و میگه برادران سامی عرب سامی تبار ما دشمن تاریخی ما ایرانه. بریم ایران رو تجزیه بکنیم، کشور عربی الاحواز اشغالی رو آزاد کنیم، به آغوش جهان عرب باز کردیم. میبینید تو رو خدا خمینی و دار و دستش سر کار، لولو سر خرمن تو منطقه ساختن، کشورهای عربی رو به وحشت انداختن، بچه‌ام آغوششون رو باز کردن، میگن آختون بیاین تو بغلمون. بچه‌ام دارن هی زیر گوش این پان عرب‌های حرفه‌ای جهان عرب میخونن که باید با ما متحد بشین برای نابودی ایران. آقای دکتر، وحشت اسرائیل از ادامه حکومت پادشاهی در زمان شاهنشاه آریامهر از کجا شروع شد که ایستاد پشت این که حکومت شاهنشاهی رو نابود بکنه؟ و اینو دوستان من نمیگم، آیه دکتر مهراد نمیگه، آیه قاسمی نمیگه، این صحبت عین صحبت شاهنشاه آریامهر در زمانیه که در پاناما بودن و با خبرگزاران مصاحبه کردن، عین جمله شاهنشاه آریامهر که یهودیا واسط دادن این کاری کردن و این صهیونیست آمریکایی حتی پیش از شورش 57 اون رسانه‌های صهیونیستی در آمریکا بدترین و کثیف‌ترین دروغ‌ها رو علیه پادشاه ما پخش کرد. کجا ترسیدن آیه دکتر؟ از کجا در حکومت شاهنشاهی ترسیدن و با توجه ببخشید با توجه به اینکه ایران در دوره‌های مختلف در تاریخ به قوم یهود خیلی کمک کرده و نجاتشون داده، به قول خود شما در زمان جنگ جهانی دوم سفارت‌های حکومت شاهنشاهی در اروپا برای اینا پاسپورت‌های ایرانی صادر کرد که اینا بتونن از دست هیتلر فرار کنن برن تو ایران زندگی کنن، نجاتشون داد. چرا اسرائیل و طیف یهود بخش صهیونیستی وحشت کرد و ایستاد تا ایران و ایرانی رو نابود کنه و ایستاده پای اینکه ایران رو تیکه و پاره کنه؟ یه چیزی من بذارید، من دوست ندارم بسیار پیچیده و نمیدونم عجیب غریب شگفت انگیز گفتید، دوست دارم همیشه ساده گفته بکنم. ببینید، یک ایران توانمند که میهن پرستان در سر کار باشن، مانند اون چیزی که در پیش از شورش 57 بود، مزاحم کشورگشایی و رسیدن به نیل تا فرات، به دلیل روابط نزدیک ایران با کشورهای عربی، ما که ببخشید همسایه‌هامون رو که خودمون گزینش نکردیم، که مثل یک زندگی در یک کوچه نیست که خوشمون نیامد بار بندیلمون رو جمع کنیم بریم یه جای دیگه. من ایرانی میهن پرست عبادر پادشاهی دشمنی با چیز ندارم، دشمنی با همسایگانمون ندارم. اتفاقا ما باید با ما اپوزیشن ایرانی مخالفین جمهوری اسلامی باید با همسایگانمون به گفتگو بنشینیم، خیالشون رو راحت بکنیم. یا اگر فردا یه دولت ملی اومد سر کار نمیخواد درگیر بشه، چرا من پرداختم به اون بحثه که آقای یک روانپریشی مانند رضا حاضری تبلیغ میکنه ما که بیایم سر کار حساب عربستان رو میرسیم؟ همون پروژه‌ای که خمینی رو آورد سر کار، اینا میخوان با همون سوار همون موج بشن، سیگنال دارن میفرستن به اسرائیل که آقا این بار نوبت عراق که ترکید، این بار نوبت عربستانه که شده انبار اسلحه سلاح‌های آمریکایی و اسرائیلی، این سلاح‌ها باید یه جا مصرف بشه، ما که بیایم سر کار با عربستان وارد جنگ میشیم. نه، من ایرانی با عربستان درگیری ندارم، اتفاقا میخوام به عربستان بگم که پیام ملت ایران اینه که آقا کارشکنی در کار ملت ایران نکنید، با پشتیبانی از تجزیه طلب‌ها آب به آسیای جمهوری اسلامی نریزید، به سود شماست که این بساط جمع بشه و ملت یک پارچه ایران بماند، توازن در منطقه برقرار میشه. اگر ایران تجزیه بشه شما هم به آتش کشیده خواهید شد، هیچ کدومتون در منطقه روی آرامش نخواهید، فکر
کنن اینا اگر ایران خدایی نکره تجزیه بشه اینا به آرامش میرسن. اینا تازه اول بدبختیشونه، تازه اول پروژه کشورگشایی صهیونیستاس برای رسیدن میرزاخوراد. مزاحم اینا ماییم. یک کشور چند هزار ساله با فرهنگ و تمدن که از اینها بسیار قدیمی‌تر و کهن‌تره و جاذبه داره برای جهانیان و در فردای جمهوری اسلامی میتونه روابط بسیار نزدیکی با کشورهای عربی داشته باشه، مزاحم اینها. شاهنشاه ما پیش از شورش 57 گفتن بسیاری از این تبلیغاتی که علیه دولت شاهنشاهی میشه کار اینها در آمریکا. این گفتگویشون است، میتونیم در فردا در برنامه فردا اینو نشون بدیم. سند دیگه، سند معتبره. حتی یه برنامه ساز آمریکایی میاد ویدیو شاهنشاه رو پخش میکنه، میگه این سخن رو پادشاه ایران گفته و پس از اون هم دولت شاهنشاهی ایران از میان رفت. و الان هم ما وقتی داریم راجع به صهیونیست‌ها صحبت میکنیم، یوتیوب بیننده های ما رو محدود کرده، ما رو داره کنترل میکنه. اینو که دیگه ما نمیگیم، اینو یه برنامه ساز سرشناس تو آمریکا داره میگه. آی دکتر اینو بحث این... دیگه هم ببخشید، من یه کتابی رو الان دارم در قصه راه شب میخونم به اسم سقوط بهشت، اثر آندرو اسکات کوپر. در بخش اول جمله ای که نوشته بزرگ، عینن میگم و اینو عکس میگیرم در کامل قرار میدم، بزرگترین خدمتی که به روح الله خمینی برای روی کار آمدنش شد توسط رادیو بی بی سی انگلیسی و رادیو اسرائیل که مدیرش منشه امیر بود در زمان شاهنشاه آریامر انجام شده. اینو من و شما و آقای قاسمی دیگه نگفتیم، رستاخیز سیمرغ نگفته، یه خارجی گفته. حتی در کتاب، اجازه بدید من اسمش رو، آره دیگه، ما تا دهان باز میکنیم یه انتقاد میکنیم به ما برچه به یهود سیزی میزنن. در کتاب چرا من ایران باید؟ به روایت رادیو بی بی سی، در این کتابم دقیقا همین مورد قید شده. خدمات شایانی که بی بی سی فارسی و رادیو اسرائیل به روی کار اومدن خمینی دجال کردن تایید شده. بی بی سی که خب معلومه، اما رادیو اسرائیل دست کی بوده؟ دست منشأ امیر. بفرمایید آقای دکتر. منشأ امیر که میگه 50 60 ساله داره مبارزه میکنه، نمیدونم اون 41 سالشو در بیاریم اون بقیه‌شو داشته با کی میجنگید. همون دیگه، در زمان شاهنشاه آریامر. آقای دکتر، بارها اینو ما اعلام کردیم، آقای منشأ امیر یک دونه از آرشیو های زمان حکومت شاهنشاهی مربوط به رادیو اسرائیل رو منتشر کنید. چرا هیچی وجود نداره از آرشیو قبل از سال 57 به امن 57؟ هیچی وجود نداره. کجا رفت؟ این همه سرمایه گذاری وزارت امور خارجه اسرائیل در بخش رادیو اسرائیل به مدیریت منشأ امیر دود شده رفته رو هوا، هیچ آرشیوی وجود نداره. اگر شرف دارید، اگه حرومزاده نیستید، بیارید پخش کنید به مردم ایران که ثابت کردید که دنبال پدرتون میگشتید از طریق رادیو. بفرمایید آقای دکتر. خواهش میکنم. ببینید همین الان گرامی، ریشه یابی باید بشه. ما در برنامه فردا هم کار دارم با برنارد لوی، با برنارد هانری لوی، با نمیدونم برندا شیفر. هیچ کدوم از اینا رو در این رادیو تلویزیونای صهیونیستی نمیبینید، صهیونیستی فارسی زبان، که بیان بهشون بپردازن. کدوم یکی از اینا اومدن به سوروس پرداختن؟ کدومشون اومدن به برنارد لوی پرداختن؟ کدومشون به برنارد هانری لوی پرداختن؟ چرا اینا که آشکارا علیه ملت ایران دارن کار کردن و میکنن، حالا او برنارد لوی که مرد به دوزخ شتاب، چرا اینا علیه اینا سخنی نمیشه، گفته نمیشه؟ چرا رادیو ران یا رادیو گوشواره، اون مرده که گوشواره به گوش ادارش میکنه، چرا اینها میان هرچی ادی کوهن مأمور مسئول میز تجزیه ایران در سازمان های اطلاعاتی امنیتی اسرائیل، هرچی اون میگه رو اونا میان توی رادیوشون براش آگهی و تبلیغ میکنن.
بعد اینا نام خودشون رو گذاشتن ایرانی و ایراندو. اینا مشتی مزدور موساد، مزدوران دونپایه موساد. بعد منشه امیر میاد میگه من نمیدونم چه میدونم فلان است، بله یه گروهی این کار کردن مورد حمایت اسرائیل و آمریکا. آقای ادی کوهن اومد گفت بله ما کردیم. بعد دیدم همین موش و گربه هم اومده میگه آره ما کار سایبری کردیم. بعد نمیدونم ادی کوهن میگه ما F-16 فرستادیم، یه نفر دیگرشون میگفت نه F-35 فرستادیم. دارن افتخار میکنن، افتخار میکنن که در تهران چند تا انفجار رخ داده. منشه امیر چند ماه پیش همین الان من در رادیو پیام اسرائیل اعلام کرد اسرائیل باید مراکز اتمی و نظامی و پایگاه نظامی رو بزنه. آخه مرده که پدر فوخته، منشه امیر جرسومه که نام جعلیه، جعلیست این منشه امیر و نام درست منوچهر ساچمه چیه؟ مگه تو نمیدونی که این مناطق اتمی برخیشون نزدیک شهرها و روستای ایرانیه؟ مگه نمیدونی پایگاه های نظامی در درون شهرها؟ مگر نمیدونی با زدن برخی از این پایگاه اتمی آلودگی رادیواکتیوی به جان ملت ایران خواهد افتاد؟ مردک بعد تو میگی من به ایران علاقه دارم؟ به ایران سوگند اگر این تشعشعات رادیواکتیوی رو تو ایران پخش کنید ملت ایران انتقام بدی از تک‌تک شما خواهد گرفت. اونم ببینید چه خنده‌دار، یه عده رو آوردن سر گرده ملت ایران 41 سال پیش سوار کردن، به بهانه اینا هم عربا رو دارن میترکونن هم برای نابودی ملت ایران دارن نقشه میکشن. باز هم میگم خود ملت یهود نخستین قربانیان تورات و تنعیم. ما چقدر زمان داریم؟ من این بخشای تورات رو باید آغاز کنم به خوندن. دکتر ما حدوداً 1:45 داره دیگه زمان داریم، اما دو تا ویدیو دیگه هنوز مونده از اون ویدیویی که شما ارسال کردی، دو تا ویدیو تقریباً 4 دقیقه بید. اگر فرمان بدید من این بخشای تورات رو من بخونم چون کمم نیست، بعد اون دو تا ویدیو رو نشون بدید. خب بخشای تورات عکساش موجود نیستش که میخواهید بخونید؟ اشکال نداره من روخونی میکنم چون در پیونده با این برنامه از پروانه بگیم بخونم. بفرمید. خواهش میکنم. ببینید کدوان قاسمی گرامی سخنی برای گفتن ندارن؟ اگر ایشون چیزی جان قاسمی شما صحبتی دارید تو این بخش؟ من دکتر بیشتر استفاده میکنم، فقط توی فاصله من دوستان توی فیسبوک و توی یوتیوب خواهش میکنم برنامه رو لطفا یه بار دیگه شیر کنن. یه مطلبی رو دو تا کوچولو اضافه کنم. جمهوری اسلامی دوستان اومده میلیاردها تومان هزینه کرده، چندین سال پیش توسط یکی از سپاه قدسی ها و سپاه پاسدارانی ها یا سپاه اورشلیمی های خودش در داخل ایران به اسم فرج الله سلحشور و سریالی رو ساخته، سریال 45 قسمته فکر میکنم به اسم یوسف پیامبر. در اون سریال جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده که قوم بنی اسرائیل رو یک قوم به قول معروف پیغمبرزاده و امثال اینها و یک قوم پاک و منزه به قول یارو گفتنی نشون بده، یعنی تمام تلاشش اینه. حالا جمهوری اسلامی که فریب بزرگ 57، جمهوری اسلامی که مدعی اسرائیل باید نابود شود و و و ادامه داستانها، میاد سرمایه گذاری میلیاردی میکنه برای تطهیر اسرائیل. اما در اون سریال یه بخشی هست که این به اونجایی برمیخوره که جواب کعبور سوالی که پرسیدن چرا اسرائیل نمیخواد ایران یک کشور قدرتمندی بشه. توی خانواده یا توی فرزندان یعقوب که حالا توی اون سریال هست 12 تا بچه هست، اون 10 بچه 10 پسری که از کلفتا چی میگن کنیزان زنان یعقوب بود و همسال اینها، فقط به خاطر اینکه برادر کوچیکشون که حالا همون یوسف باشه توی این داستان و توی این سریال خوابی ببینه که برتری داره نسبت به برادران دیگرش، برادرشون رو که 9 سالش هست به قصد کشت میزنن، میخوان بکشنش که حالا اتفاقات دیگه میفته و برادران رو در اون چاه میندازن، فقط به یک دلیل که
که از ما نباید برتر باشد، برادر خونی خودشون. اینا رو داشته باشید فعلا توی به قول معروف افکارتون بچرخونید، حالا ببینید با کیا طرفید و دارن چه کارهایی رو انجام میدن. اما یه بخش دیگه، یکی از بزرگترین حامیان و نگهدارنده جمهوری انگلشان آخوندی، ما بارها مستردشون دادیم، مافیایی که در رأس شخصی به نام سوروس که ایشون هم یهودیه، حالا تهش به کجا میخوره دیگه من معروف نیست، برن دوستان تحقیق کنن. اما جواد ظریف میاد در تحویله شورای اسلامیشون که دیدید همه میگن مرگ بر اسرائیل فلان، هم تو همون تحویله میگن دیگه، و اونجا عملا میگه علی خامنه ای خودش در جریان کامل ارتباطات ما با سوروس و کمک هایی که سوروس به جمهوری اسلامی و مافیای سوروس به جمهوری اسلامی کرده هست و از منم تقدیر و تشکر کرده. چطوری میشه رهبر یک رژیم علنگی که مدعی مخالفت با یک جریان دیگه هست میاد و تقدیر و تشکر میکنه به خاطر اینکه وزیر امور خارجه‌اش یا یکی از کارمندان تشکیلاتش وزیر مسئولیت داشته ارتباط بگیره و یک کمپانی یهودی که اینا کمک کنن به جمهوری اسلامی که بیشتر چپاول کنه و بتونن پشت پرده خیلی کارهای دیگر رو انجام بدن. این زد و نقیص ها رو وقتی میذاری کنار هم و مطالبی که یکی دو ساله داره مطرح میشه توسط دوستان، اینجاست که نشون میده بهترین دوست اسرائیل در طول این سالها جمهوری انگلشان آخوندی بوده و تمام هزینه تثبیت اسرائیل، پیشرفت اسرائیل و نابودی اون منطقه از جیب من و شما ایرانی به دستور این مافیاها توسط جمهوری اسلامی اجرا شده. سپاه اورشلیم یا همون سپاه قدس هر حرکتی در خارج از ایران انجام داده، هر حرکتی، چه ساختمونایی که ترکونده، چه لشکرکشیایی که توی بغداد و سوریه و عراق و یمن و همسایه اینا انجام داده. یه مثال براتون بزنم خیلی جالبه دکتر، همین هفته پیش، یکی دو هفته پیش، جمهوری اسلامی الان مدت ها، الان سال هاست داره پول مردم ایران رو در یمن، خوب دقت کنه دوستان، در یمن پول مردم ایران رو هزینه میکنه، یه مش پاپتی در بدر هم اونجا اجاره کرده برای کشتار مردم. بعد همون پاپتی های در بدری که جمهوری اسلامی داره ساپورتشون میکنه و اسلحه و پول بهشون میده، میان یه گوشه ای رو به عنوان حکومت مستقل در جنوب یمن، یمن اعلام میکنن، اولی کشوری که میاد رسمیت بهشون میده و حمایتشون میکنه اسرائیل. نیروهای بابا جوکه اون وقت یه مش دلغک، یه مش انچوچک دوزاری، مشتری حمال توی اسرائیل و چند تا جک و جونور دیگه، وقتی شما میای این واقعیت ها رو میگی که آقا اگر آخوند جنتی علم الهدا علی خامنه ای میگه اسرائیل باید نابود شود، فریبه، اون دروغ داره میگه. واقعیت اینه که دارید میبینید، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی خودش دست راست مافیای سوروس و امثال سوروسه که تهش میخوره به همون صهیونیسم و یهود و فلان و اینا، اپوزیسیون جمهوری اسلامی دست چپ این مافیاه. و تو این اپوزیسیون دست چپ کیا هستن؟ یه مشت تجزیه طلبی که الان دکتر مهراد جان کمالپور توضیح دادن و یه مشت آدم های دیگه ای که زیر نظر بنیاد دفاع از دموکراسی ها هستن در آمریکا که اونم تهش میخوره به سوروس، و یه سری جریان ها و رسانه های فارسی زبان که ته اینا و اقتصاد اینا و چک اینا رو شخصی به اسم منوچهر اسلاشمشی باید امضا کنه و بفرسته. هر طرف رو نگاه میکنید اینا ملت ایران رو به قول معروف محاصره کردن، و این وسط با کمک جمهوری اسلامی طبق دستور ارباباشون الان دارن ایران رو نابود میکنن. همین الان یکی از دوستان پیام گذاشت که شمال و شمال شرق تهران هم انفجارهای عجیب غریبی امشب اتفاق افتاده، که حالا این بحث انفجارها رو ما توی برنامه دیگه در موردش توضیح میدیم. اینو فقط خواستم توضیح بدم، بفرمایید جناب دکتر. خیلی دوست دارم بیشتر راجع به تورات بدونیم، چون با آخر تورات، یعنی بعد از صحبت شما، با این منوچهر ساشمشی یه کار اساسی داریم. خواهش میکنم در تایید حرفای شما بگم خانومه که فردا بهش میپردازیم بیشتر، برنداز شفر،
که تخصصش ایجاد شکاف قومی در ایران، یک صهیونیست وحشی ایران ستیزه. این خانم کارمند سروس، مشاور جورج بوش پسر بود در زمینه ایران. کتابی هم داره به نام مرزها و برادری، ایران و چالش هویت آذربایجانی. و اصلا بر پای این کتاب برخی از تحلیلگران بر این باورن که اصلا با خط و خط دهی سروس برند سروس صهیونیست و یهودی برند شیفر داره در این زمینه کار میکنه. هر جا یک مسائل قومی در ایران پیش میاد پشتش این خانم برند شیفر صهیونیست اسرائیل پرست ایران ستیز. خب و یک مسئله هم که باید دقت بکنید، همین الان گرامی، اسرائیل به هیچ عنوان نمیخواد ایرانی ها از اسلام زده بشن و برن. چرا؟ شما یادتون میاد یکی از همیهنان ما رو به خاطر چیز، یکی از همیهنان ما به خاطر توهین به زندگی یونس در شکم نهنگ اعدام شد چند سال پیش. شما امروز در ایران به زرتشت توهین بکنید پیامدی نداره، ولی به ابراهیم، به نوح، به ابراهیم، به موسی توهین بکنید، پیامبر اولوالعزم دیگه، پیامد سنگینی برای شما داره، چه بسا هم اعدام بکنن شما رو، اعدام میشید. همانند اون همیهنی که درباره زندگی یونس در شکم نهنگ مطالبی گفته بود بر سر کلاس درسش. چرا آقای امنون نتسر میاد میگه که اعتراف میکنه، میگه 70-80 درصد همباوری مذهبی میان مسلمانان و یهودیان هست، ولی این نزدیکی و اشتراک مذهبی رو با زرتشتیان نداره. ما امروز، من یه برنامه شماره 4 که در رابطه با حاضریه اونجا میپردازم به همین باندهایی که به نام برخیشون به نام نوزرتشتی دارن چه آسیب هایی به دین زرتشتی میزنن. باند امیر گرگین با نام جلیه که خسرو آرش گرگین، و اون باند سید حمید رضا موسوی نژاد معروف به شاهین نژاد که من یکی از دوستان مطالبی فرستاد برای من که اینم آنوسیه، مثل این که یعنی از افرادیه که از بازماندگان رویداد واقعی اللهداد در 100 سال پیش در مشهده. حالا خودتون برید رویداد اللهداد رو بررسی بکنید و به اینها خواهم پرداخت در اون برنامه. آقا برادر احمدی نژاد که پدر بزرگش یهودی بود مسلمان شد، لاریجانی ها که پدرشون مسلمان شد یهودی بود، عسکرولادی تازه مسلمان که نامش گوشه یهودی بود مسلمان شد، اینا همه صهیونیست بودن. آسیبی که این صهیونیست ها به هم میهنان یهودی ما زدن هیچ کس نزده. اصلا برادرکشی رو تورات توصیه میکنه. من میخونم سفر خروج، ببینید من اینو نشون بدم، کتاب عهد عتیق، کتاب مقدس، یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید که از زبانهای اصلی عبری و کلدانی و یونانی ترجمه شده، اینو میتونید خودتون پیدا کنید بخونید. هم عهد عتیق یا تنخ رو داره که 5 بخش آغازش میشه تورات، هم انجیل ها رو داره. موسی زمانی که میره تو کوه که یعنی 10 فرمان بگیره برمیگرده، حالا من اینا رو دیگه بخشایش رو علامت زدم برای شما میخونم، شگفت انگیزه و میبینید چقدر قوانین اسلامی نزدیک به قوانین اسلامیه و اسلام اصلا از این گرفته شده. واقع شد که چون موسی نزدیک به اردو رسید و گوساله و رخت کنندگان را دید، یعنی دیده در غیبتش بت پرست شدن، خشم موسی مشتعل شد و لوها را از دست خود افکنده آنها را زیر کوه شکست و گوساله را که ساخته بودن گرفته به آتش سوزانید و آن را خرد کرده نرم ساخت و روی آن آب پاشید، بنی اسرائیل را نوشانید. موسی به هارون گفت این قوم به تو چه کرده بودند که گناه عظیمی برایشان آوردی؟ هارون گفت خشم آقایم افروخته نشود، تو این قوم را میشناسی که مایل به بدی میباشند. آنگاه موسی به دروازه اردو ایستاده گفت هر کس به طرف خداوند باشد نزد من بیاد، یعنی هر کسی هنوز به خدا، به یهوه باور داره از جمع بت‌پرستا بیاد بیرون. اون بت‌پرستان یهودی بودن ها، گوساله پرست شده بودن، یعنی به یه بتی ساخته بودن شبیه گوساله و
پس جمیع بنی لاوی نزد موسی جمع شدند. او بدیشان گفت یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید: هر کس شمشیر خود را به ران خیش بگذارد، یعنی شمشیر از تو کلاف در بیاره، بچسبونه به رون خودش، به پای خودش، و از دروازه تا دروازه اردو آمد و رفت کند، و هر کس برادر خود و دوست خود و همسایه خود را بکشد. بنی لاوی موافق سخن موسی عمل کردند. در آن روز قریب به 3000 نفر از قوم افتادند، یعنی کشته شدند. یعنی تو را به خدا ببینید، موسی به خاطری که یه عده از قوم یهود دگراندیش شده بودند، گفته بودند ما کار به یهوه نداریم، می‌خوایم بریم گوساله بپرستیم، موسی گفت نه، گفت هر کی طرف منه با من هماندیشه بیاد سمت من. یه عده رفتن سمت موسی، و به قول گفتنی موسی هم دستور داد که هر کی اول بره سراغ برادر خودشو، دوست خودشو، همسایه خودشو بکشه. اینو دیگه من نمیگم، این داره میگه، یعنی ترویج برادر کشی. سفر لاویان باب 20. پس خودتان را تقدیس نمایید و مقدس باشید، زیرا من یهوه و خدای شما هستم و فرایض مرا نگاه داشته آنها را به جا آورید. من یهوه هستم که شما را تقدیس می کنم. هر کسی که پدر و مادر خود را لعنت کند باید کشته شود، چون که پدر و مادر خود را لعنت کرده است، خونش بر او خواهد، یعنی محدود دمه، خونش گردن خودشه. کسی که با زن دیگری زنا کند، یعنی با زن شوهردار، یعنی هر کی با زن همسایه خود زنا کند، زانی و زانیه کشته شوند، یعنی هم اون زن همسایه همون مردی که باش رابطه داشته باید کشته بشن. چقدر نزدیک به کشتار زن و مرد، زن شوهرداری که با یکی ارتباط داشته در اسلام. کسی که با زن پدر خود بخوابد، البته هر دو کشته شوند، خون ایشان بر خود ایشان است. اگر کسی با عروس خود بخوابد، هر دوی ایشان باید کشته شوند، فاحشگی کردند و خون ایشان بر خود ایشان است. اگر مردی با مرد دیگر مانند این که با زنی میخوابد بخوابد، هر دو فجور کردند، هر دو باید کشته شوند، یعنی همجنسگرها باید کشته بشن، خون ایشان بر گردن خود ایشان است. اگر کسی، اینجا رو دقت بکنید، اگر کسی زنی و مادرش را بگیرد، این قباحت است، او و ایشان به آتش سوخته شوند تا در میان شما قباحتی نباشه. یعنی میگه اگر مردی با یک زنی رابطه داشته باشه، بعد بره با دخترش او زنم رابطه برقرار بکنه، یا وارونش با دختری رابطه داشته باشه، با مادر اونم رابطه برقرار کنه، سه تاشونو باید بگیرن زنده در آتش بسوزانن. مردی که با بهیمه جمع کند، یعنی اگر یه مردی با یک جانوری رابطه جنسی برقرار کنه، البته کشته شود و آن جانور را نیز بکشند. زنی که به بهیمه نزدیک شود، یعنی زنی داری بخواد با یه جانوری رابطه برقرار کنه، تا با آن جماع کند، آن زن و آن جانور را بکش، البته کشته شوند و خون آنها بر خود آنها. خب خیلی جالب. بعد میگه سفر لاویان بخش باب 21، دختر هر کاهنی که خود را به فاحشگی بی اسمت ساخته باشد، پدر خود را بی اسمت ساخته باشد، به آتش سوزانده شود. یعنی اگه یه دختر خاخام یا ربای هم میگن، یک روحانی یهودی، اگر دخترش بره فاحشه بشه، دختر رو باید زنده در آتش بسوزانه. خداوند موسی را خطاب کرده گفت: هارون را بگو از اولاد تو در، ببینید قوانین هیتلر در برخورد با معلولین و ناتوانان ذهنی و جسمی از کجا میاد. هیتلر شاگرد مکتب موسی بود. موسی هارون را خطاب کرده گفت: هر کس از اولاد تو در طبقات ایشان که عید داشته باشد نزدیک نیاید، یعنی به معبد من که همون الان یه بخشیش به عنوان دیوار ندبه مونده، نزدیک نشه، تا طعام خود را بگذارد، یعنی بیاد یه خوراکی یا یه چیزی به عنوان نذر بیاره، اونجا نباید نزدیک بشه. هر کس که عیب دارد نزدیک نیاید، نه مرد کور، نه لنگ، نه پهنبینی. حالا نمیدونم پهنبینی ها چه گناهی کرده بودن، کسی که بینیش پهنه نباید بره معبد نذورات بذاره اونجا،
نه زاید الاعضا، نه کسی که شکست پا یا شکست دست باشد، نه گوش پشت، نه قد کوتاه، نه کسی که در چشم خود لکه دارد، نه صاحب جرب و نه کسی کری دارد و نه شکست بیزه. من نمیدونم این شکست بیزه چیه، یعنی باید میکشیدن شلوار یهودی ها رو پایین، نگاه میکردم ببینم بیزهشون شکسته یا من نمیدونم یعنی چی. احتمالاً آقای دکتر یه قانونی بوده در اون زمان که در اون قوم میگرفتم بیزه ها رو گاز میزدن میشکندن، احتمال دارم خواستن هم جز اصلا مایه شرمساری بشریت این کتاب. حالا قرآن، حالا قرآن اینا رو سانسور کرده، اینا رو نبرده. آیا در ادامه هم نحوه و شرایط گچ گرفتن بیزه شکسته هم نوشته؟ از دست شما. میگه هر کس از اولاد هارون، هارون کائن که عیب داشته باشد نزدیک نیاد، یعنی دیگه پسرای هارون هم نباید نزدیک برن، تا هدایای آتشین خداوند را بگذارد، چون معیوب است. خب حالا میریم یه بخش دیگرم من براتون بخونم، اینا رو هی دارم با عجله میخونم چون زمان نداریم، خیلی اینا مهمه. میگه پسر زن اسرائیلی که پدرش مردی مصری بود در میان بنی اسرائیل بیرون آمد و پسر زن اسرائیلی با مرد اسرائیلی در لشکرگاه جنگ کردن. یعنی یه یهودی که که پدرش مصری بوده مادرش یهودی بوده با یه نفری که دو طرفش یهودی بودن با هم درگیر میشن. پسر زن اسرائیلی اسم را کفر گفت، یعنی به یهوه توهین کرد و لعنت کرد و او را نزد موسی آوردند و نام مادر او شلومیت دختر دبری از سبت دان بود. سبت دان بود. خلاصه موسی با یهوه مشورت میکنه، به این نتیجه میرسه که چیکارش بکنن. میگه آن کس را که لعنت کرده بیرون لشکر یهوه به موسی میگه. خداوند موسی را خطاب کرده گفت آن کس را که مرا لعنت کرده بیرون لشکرگاه ببر. همه آنان این که لعنت را شنیدند دستهای خود را بر سر وی بنهند و تمامی جماعت او را سنگسار کنند. یعنی هر کسی به یهوه توهین بکنه باید سنگسار بشه. خب حالا میرسیم به قوانین قصاص که اسلام از یهود گرفته، از تورات گرفته. میگه که کسی که حیوانی را بزند که بمیرد عوض آن را بدهد، یعنی باید یکی بیاره جاش تحویل بده، جان به عوض جان. کسی که همسایه خود را عیب رسانده باشد چنان که او کرده باشد به او کرده خواهد شد. یعنی هر بلایی سر همسایش آورده همسایه هم باید همون را سرش بیاره. قانون قصاصه. شکستگی عوض شکستگی، چشم عوض چشم، دندان عوض دندان، چنان که به آن شخص عیب رسانیده همچنان به او رسانده شود. اسلام هم این قانونو از این کتاب گرفت. کسی که حیوانی را کشت عوض آن را بدهد، اما کسی که انسان را کشت باید کشته شود. یعنی امروز هر کسی در ایران به خاطر قانون قصاص اعدام میشه ریشش تو این کتابه. خب حالا بخشای جالبی رو امروز براتون خواهم خوند که دود از سرتون برخواهد. میگه چون بنی حالا علت این که این رادیو تلویزیونای پاکستانی صهیونیستی فارسی زبان شنبه ها کار نمی کنن اینجا اومده. چون بنی اسرائیل در صحرا بود کسی را یافتن که در روز سبت یا یوم سبت یا شابات که اینا میگن شابات که همون جمله معروف شابات شالوم، در روز شنبه هیزم جمع میکرد و کسانی او را یافتن که هیزم جمع میکرد. او را نزد موسی و هارون و تمامی جماعت آوردن. او را در حبس نگاه داشتند زیرا که اعلام نشده بود که باید با وی چه بکنند. خداوند به موسی گفت این شخص البته کشته شود. تمامی جماعت او را بیرون از لشکرگاه با سنگ‌ها سنگسار کنند. پس تمامی جماعت او را بیرون از لشکرگاه آورده او را سنگسار کردند و بمرد چنان که خدا به موسی امر کرده بود. یعنی کسی که حرمت روز شنبه رو بشکنه دوستان باید 100% کشته بشه. اینا خیلی جالبه، میدونم خیلی هاتون اینا رو نشنیدید. حالا اینجا رو گوش کنید. خداوند موسی را خطاب کرده گفت انتقام بنی اسرائیل را از مدینیان بگیر، مدیانیان بگیر و بعد از آن به قوم خود ملحق خواهی شد. پس موسی قوم را مخاطب ساخته گفت از میان خود مردان برای جنگ مهیا ساخته تا به مقابله مدیان برایند و انتقام خداوند را بگیرند.
و با مدیان به طوری که خداوند موسی را امر کرده بود جنگ کرده، همه مردان را کشتند. در میان کشتگان ملوک مدیان یعنی عوی و راغم و سور و هور و رابع، پنج پادشاه مدیان را کشتند و بلعام و بن بعورا را به شمشیر کشتند. بنی اسرائیل زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند و همه جانوران و جمعی مواشی ایشان و همه املاک ایشان را غارت کردند. غزوه های جنگ های محمد رو به یاد بیارید. تمام دوستان پوزش میخوام تا دقایق دیگه دوباره دوستان برمیگردن، در خدمتشون خواهیم بود. جناب دکتر مهراد عزیز به ادامه بحث خواهند پرداخت، دقایقی رو درنگ کنید تا آقای دکتر برگردن. آقای دکتر مهراد دوربینتون روشن کنید، بفرمید. بله خواهش میکنم. خب خلاصه میگه همه شهرها و مساکن و قلعه های ایشان را به آتش سوزاندند و تمامی غنایم را و تمامی غنیمت ها و جمعی غارت را از انسان و بهایم گرفتن. یعنی هر کی دم دستون رسید اسیر گرفتن، مردا را هم کشتن. یعنی همون بلایی که محمد سر قبیله بنی قریظه در مدینه آورد. میگه موسی و الازار کاهن و تمامی سروران جماعت بیرون از لشکرگاه به استقبال جنگندگان آمدند. موسی و رؤسای لشکر یعنی سرداران هزاره ها و سرداران صدها، یعنی گروه های هزار نفری و صد نفری که از خدمت جنگ باز آمده بودند، غضبناک شد. موسی به ایشان گفت که آیا همه زنان را زنده نگه داشتی؟ حالا تو رو خدا ببینید چه خبره. اونا فقط مردا رو کشتن، زن و بچه ها رو اسیر کردن آوردن. آقای موسی بهش برخورده. موسی کلیم الله، یک جنایتکار جنگی، یک پدر فوخته راسیست بی همه چیز، الگوی هیتلر در نجات کشی یهودیان و که محمد شاگرد مکتب موسی بود، ولی خب همه جنایت هایی که موسی کرد محمد نکرد. من نمیخوام از محمد دفاع بکنم، محمد جنایت زیاد کرد، ولی محمد دیگه زن و بچه ها رو نمیکشت، بلکه به غنیمت میگرفت به عنوان اسیر یا اونا رو به فروش میرسوندن. میگه موسی غضبناک شد و گفت آیا همه زنان را نگه داشته اید؟ اینک اینانند که بر حسب مشورت بلعام بنی اسرائیل را واداشتند. بلعام بنی اسرائیل را واداشتند تا در امر فقور به خداوند خیانت ورزیدند و در جماعت خداوند وبا عارض شد. پس الان، یعنی موسی دستور میده، هر ذکوری از اطفال را بکشید. یعنی هر پسر بچه‌ای رو الان، همه پسر بچه‌ها رو بکشید، چون پسر بچه‌ها رو نکشته بودند. و هر زنی را که مرد شناخته با او هم بستر شده بکشید. یعنی هر زنی که باکره نیست، دختری که باکره نیست یا زن، باید کشته بشه. از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته و با او هم بستر نشده برای خود نگه دارید. و خداوند موسی را خطاب داده گفت و تو و الازار کائن و سروران خاندان، آبای جماعت، حساب غنایمی که گرفته شده چه از انسان و چه از جانوران بگیرید و غنیمت را میان مردان جنگی که به جنگ بیرون رفتن و تمامی جماعت نصف نما. همون سیستم تقسیم غنایم در اسلام که اونم از این یاد گرفتن. یعنی تو را به خدا ببینید، این نفس کشی نیست؟ مردا رو کشتن، بعد موسی میگه چرا زن و بچه‌ها رو نکشتید؟ پسر بچه‌ها رو بکشید، زنایی که باکره نیستن رو بکشید، زن و دخترایی که باکره نیستن، دخترایی که باکرن رو نگه میدارن نمیکشن و بین سپاه پخش میکنن. صلوات بفرستید. خب میگه که اگر در میان تو سفر تثنیه باب 17، اگر در میان تو یکی از دروازه هایت که یهوه خداوند به تو میدهد مرد یا زنی پیدا شود که در نظر یهوه خدای کار ناشایسته نموده، از عهد او تجاوز کند و رفته خدایان غیر را عبادت کرده سجده نماید
سجده نماید، خواه آفتاب، خواه یا ماه، یا هر یک از جنود آسمان که من ابر نفهمیدم. یعنی یه یهودی بیچاره پیدا بشه بگه آقا من میخوام برم اصلا آفتاب بپرستم، من برم ماه بپرستم، آقا یهوه رو نمیخوام پیرو یهوه باشم. حالا ببینید فرمانش چیه. یعنی چرا میگم خود ملت یهود نخستین قربانیان این کتاب اهریمنی بودن؟ به خاطر همینه. میگه پس نیکو تفحص کن و اینک اگر یا راست و یقین باشد که این رجاست در اسرائیل واقع شده، یعنی یه یهودی رفته یه خدای غیر یهوه رو پرستیده، آنگاه آن مرد یا زن را که این کار بد را در دروازه هایت کرده بیرون آورد و آن مرد یا زن را سنگسار کن تا بمیرد. یعنی چی؟ یعنی حکم یه یهودی که دینش عوض کنه مرگ. خیلی جالب. حالا یهوه این خدای دوست داشتنی این صهیونیستای ایران سفید به موسی میگه موسی چون به شهری نزدیک آیی تا با آن جنگ نمایی، آن را برای صلح ندا بکن. حالا رفته جنگ، میگه برو بشین بگو میخوام با تو صلح بکنم. خیلی خنده‌دار. اگر تو را جواب صلح بدهد و دروازه ها را برای تو بگشاید، آنگاه تمامی قومی که در آن یاب شوند به تو جزیه دهند و تو را خدمت نمایند. یعنی چی؟ آقا رفته برای جنگ، رفته آدم کشی، میگه برو اونجا بگو من اومدم صلح بکنم، ولی به یه شرط. دقیقا دقت کنید هم میهنان من، این همین شروطیه که عربهای عربستان در زمان یورش به ایران ساسانی برای ما گذاشتن. یعنی قوانین رفتار عربها با ملتهای مغلوب یا با اونایی که میجنگیدن از توی تورات به قرآن رسیده. هم میهن من میگه باید نوکرت بشن، دروازه ها رو باید باز بکنن، نوکرت بشن و به جزیه بدن. جزیه یا مالیات دینی هم از تو تورات اومده. همچنان که به قول گفتنی خیلی جالبه، حالا جریان مثلا شیعیان تورات اومده جان، خمس هم از تو تورات اومده، قصاص از تو تورات اومده، همونجوری که گفتین قصاصو خیلی هم مواردی بله. که احکام اولیه از شرع اسلام مطرح شده مربوط به تورات و یهود هست. درسته. ببینید عرب ها با ما، عربای عربستان با ما چی کار کردن؟ میگفتن اگه با ما بجنگید همه تون کشتار میشید، اگر میخواید نجنگید باید به ما یا مسلمان بشید یا به ما مالیات بدید. حالا یهودی ها اینو نداشتن، میگفتن یا باید دروازه ها رو باز کنید، بشید نوکر کلفت ما، به ما جزیه دینی بدین که بدین، یا اینکه اگر با ما وارد جنگ میشین نژاد کشی میشین و کلا ملتتون رو نابود میکنین. پس میگه چون به شهری نزدیک هایی که با آن جنگ نمایی، آن را برای صلح ندا کن و اگر تو را جواب صلح بدهد و دروازه ها را برای تو بگشاید، آنگاه تمامی قومی که در آن یافت شوند به تو جزیه دهند و تو را خدمت نمایند. سفر تثنیه باب 20. و اگر با تو صلح نکرده با تو جنگ نماید، پس آن را محاصره کن، یعنی آن شهر. و چون یهوه خدایت آن را به دست تو بسپارد، همین که عربا میگفتن هر جا ایرانی کشی میکردن شهری رو میگرفتن میگفتن که این خواست اللهه، جمیع ذکورانشان را به دم شمشیر بکش. یعنی هر مردی پیدا کردی، پسر و مردی رو بکش، زنان و اطفال و جانوران را هر چه در شهر باشد، یعنی تمام غنیمتش را برای خود به تاراج ببر و غنایم دشمنان خود را که یهوه خدایت به تو داده بخور. یعنی نوش جونت، مردا رو بکش، شهر رو ویران کن، زن و بچه‌ها و جانورا و طلا و چیزای قیمتی هم همه نوش جونت، چون خواست یهوه. به همه شهرهایی که تو از تو بسیار دورند که از شهرهای این امت‌ها نباشند چنین رفتار نما، اما از شهرهایی که این امت‌ها یهوه خدایت تو را به ملکیت میدهد هیچ زی نفسی را زنده نذار. میگه یه سری شهرها هستن خیلی از شما دورن، اینا رو مثلا به قول گفتنی این کاری که به تو گفتم انجام بده. یعنی شهرهایی که در حیطه نیل تا فرات واقع نمیشن، یا اون حیطه که من به تو میگم، ولی شهرهایی که اما از شهرهای این امتهایی که یهوه خدایت به تو به ملکیت داده، یعنی اون حیطه ای رو که یهوه به تو بخشیده، به قوم یهود بخشیده و زمینش متعلق به شماست، هیچ زی نفس را زنده مگذار. هر چیزی که نفس میکشه رو باید بکشی. میخواد سگ باشه، گربه باشه، نمیدونم کرخر باشه، میخواد آدم باشه، هر چی رو پیدا کردی نفس میکشه بکش. پاکسازی نژادی. اگر
اگر کسی را پسری سرکش و الان اینجا خیلی جالبه، حکمی که چند روز پیش در مشهد اجرا شد با واسطه قرآن و احکام اسلامی ریشش در تورات، اگر کسی را پسری سرکش و فتنه انگیز و عیاش باشد که سخن پدر و مادر خود را گوش ندهد و هرچی او را تعذیب نمایند یعنی تنبیهش کند ایشان را نشنود، پدر و مادرش او را گرفته نزد مشایخ شهر به دروازه محلش بیاورند و به مشایخ شهر یعنی به پیران بزرگان شهر بگویند این پسر ما سرکش و فتنه انگیز است، سخن ما را نمی شنود و مصرف و میگذار است، یعنی ریخت و پاش زیاد داره، الکلی مشروب خوره، میگساره، شراب می نوشه. خب همین حکمی که چند روز پیش در مشهد اجرا شد، پسر ما سرکش و فتنه انگیز است، سخن ما را نمی شنود و مصرف و میگسار است، پس جمیع اهل شهرش او را به سنگ سنگسار کنند تا بمیرد، پس بدی را از میان خود دور کرده تمام اسرائیل چون بشنوند خواهند ترسید. خیلی اینجا هم ببینید چی میگه، خیلی جالبه، میگه بدنش بردن سنگسارش کردن، بعد میگه بدنش در شب بردار نماند، یعنی وقتی سنگسار کردید اینو آویزونش کنید دارش بزنید، ببینید این چه صحنه وحشتناکیه، ولی نذارید شب بالای دار بمونه، او را البته در همان روز دفن کن زیرا آنکه بردار آویخته شود ملعون خداست، تا زمینی را که یهوه خدایت به تو داده نجس نسازید، یعنی چون این آقا میگسار بوده عیاش بوده ریخت و پاش میکرده و چون سنگسار کردین کشتینش، این نجس کثیف زمین خدا رو زمین یهوه رو نجس میکنه، بهتره که یه چند ساعت بیشتر بالای دار برای عبرت بقیه یهودی ها نمونه، بعدا تا شب نشده دفنش کنید. اینا رو دیگه من نمیگم، از من در نیامد. میگه اگر مردی سفر تصنیه باب 22، اگر مردی یافت شود که با زن شوهرداری هم بسته شده باشد، پس هر دو یعنی مردی که با زن خوابیده و زن با هم کشته شود، بدی رو از اسرائیل دور کنید. خیلی جالب، حکم سنگسار زن شوهردار همراه با اون مرد. اینجا خیلی جالبه، حکم نجس بودن سگم از تو تورات میاد، از دختران اسرائیل فاحشه نباشد و از پسران اسرائیل لواطی یعنی همجنسگرا نباشد، اجرت فاحشه و قیمت سگ را برای هیچ نذری به خانه خدایت میاور زیرا که هر دو نزد خدایت مکروه و نجس است. الان در جمهوری اسلامی هم پول خرید و فروش سگ حرامه، نه باور ندارید برید بپرسید ریشش کجاست، تو توراته، یعنی ما امروز در سده 21 داریم زجر تورات و قرآن رو همزمان با هم میکشیم. میگه که برادر خود را به سود قرض مده، برادر خود منظورش برادر یهودیه، نه به سود نقره، نه به سود آذوقه، نه به سود هر چیزی که به سود داده میشود، غریب را میتوانی به سود قرض بدهی اما برادر خود را به سود قرض نده، یعنی به غیر یهودی پول سودی بده ولی به برادر به همدین یهودی پول سودی نده. اینا مطالب اینجا زیاده، حالا بماند از این که قرآن خیلی اومده این من دیگه بیشتر از این نمیخونم، همیهنان شب خواب وحشتناک نبینن، بماند که قرآن اومده خیلی از این گندایی کتاب ماسمالی کرده، یعنی وقتی تورات میگه که ابراهیم پسران تاره، ابراهیم نام پدرش تاره بوده، سه تا پسر داشته، ابرام که بعد میشه ابراهیم، یکی هاران، یکی هم ناهور، ابراهیم که میره خواهر خودش رو با ساره ازدواج میکنه، ناهور هم میره با دختر هاران که مرده بوده، یعنی با برادر در گذشته میره با دختر برادرش که فوت کرده بوده ازدواج میکنه، برادرش هاران مرده بوده، ناهور یعنی آقای تاره سه تا پسر داشته، یکیش که ابرام یا ابراهیم باشه میره خواهر خودشو میگیره باش هم بستر میشه، اون یکی پسرم که ناهور باشه میره ملکه دختر هاران که دختر برادرش بوده رو باش هم خوابه میشه، دختران لوط هم هوس میکنن به پدرشون لوط تجاوز میکنن، یه دو شب یه شب این یکی دختر
شراب میده به پدرش مستش میکنه، هم خوابه میشه، بعد باردار میشه، پسر براش میزاد. شب بعدم که اون یکی دختره همین کارو میبینه، دختر بزرگه میکنه، اونم میره شراب میده با پدرش لوت میخوابه. بعد به قول گفتنی از این یه مورد دیگه هم خدمتتون میگم، قرآن اینا رو تازه سانسورشون کرده. داوود که 99 تا زن داشته رد میشده، میبینه یه زنی به و عجب اندامی داره شنا میکنه، لختم هست، میگه اینو بیارید برای من. میگن بابا شوهر داره، شوهرش هم یکی از فرمانده سپاه، میگه فرمانده رو بفرستید خط مقدم ترتیب شو بدین، خط مقدم جبهه. زنه رو میاره تو حرم سرا. یکی از دختران داوود داشت میره یه پیش برادرش، تو اینا هم زیاد بودن، از 99 تا 100 تا زن بودن، حرم سرای فتلیشا بوده این مردی که داوود چیزم بوده دیگه، سلطان نبی بوده، هم سلطان قوم خودش بوده، هم پیامبر یهوه بوده. همین اندیشه ولایت فقیه هم از تو تورات میاد بیرون دیگه، هم سرکرده کشوری لشکری، هم سرکردگی دینی. خلاصه این دختر میره پیش برادرش، برادره به خواهر خودش تجاوز میکنه، دختره از خونه میزنه بیرون، لباسای خورده پاره پوره. داوود و برادرای دیگه دختره میبینن، میفهمن چی شده. اون پسره از ترسش فرار میکنه، میره یه سری دار دسته، یه سپاهی جور میکنه، به اورشلیم حمله میکنه. داوودم از ترسش زناشو برمیداره با خودش میبره، زن و بچه هاشو 10 تا زن سیغهیشو نمیبره با خودش، میذاره تو اورشلیم. هم میهن من سیغه، خمس، 3 بار نماز خوندن شیعیان در روز که سنی ها ندارن رو عزیزان شیعه از یهود گرفتن، به علاوه قصاص در یهود داریم ذکر، به علاوه قصاص. بله بله، حالا خیلی چیزاش که با همه یکی از مسئله مهمتر از اینا هستش، ختنه کردن هم مال یهوده. بله. خلاصه این پسر داوود حمله میکنه به اورشلیم. حالا خیلی جالبه، به خواهر خودش تجاوز کرده، بعد فرار کرده، تازه طلبکار هم از حمله هم کرده به اورشلیم. داوود فرار میکنه، 10 تا از زنای صیغه ایشو جا میذاره. سنی ها صیغه ندارن، شیعیان دارن. چادر میزنه وسط اورشلیم، دونه دونه زنای پدرشو میبره تو چادر، تجاوز میکنه به زنای پدرش. اینا رو قرآن سانسور کرده تازه، ولی کجا میتونید پیدا بکنید؟ کتاب مقدس، عهد عتیق، که همون تنخ باشه، که 5 بخش آغازش میشه تورات. من در این زمینه دیگه سخنی ندارم، بگذارید تا هر زمان بشه میتونم از روی این بخونم، ولی خب دیگه. خب دوستان ببخش آقای دکتر، اگه صحبت این ور تمومه، یه مطلبی رو شما باید در رابطه با کتاب تورات و مواردی که توش قید شده متوجه شده باشید. جناب قاسمی شما در رابطه با این بخش صحبت کنید، بعد بریم سراغ اون ویدیو ویژه. بله خب دوستان، اولا که یه خسته نباشید بگم به دکتر سروش مهراد گرامی که واقعا خیلی خیلی انرژی میخواد، این همه مزخرف از یه کتاب رو در این مدت زمان استخراج کنی و به قول یه رو گفتنی در اختیار 1388 صفحه پوست آدم کنده میشه. بله دوستان، اینم کردم دکتر مهراد، خوب کتابم دیدید، این کتاب خودشونه و همون چیز شعرورایی که توی قرآن هست، متو اینجا در بزنید زب در فکر کنم به توان 1000 باید بکنی که توی کتاب توراتشونه. حالا من اصلا با این مسائلش و این قسمتاش به قول معروف زیاد کاری ندارم، هر کسی میتونه بپسنده، میتونه نپسنده، میتونه بپرسته، میتونه نپرسته، ولی این مطالبی که گفته شد الان دکتر مهراد گفتم و در طول این برنامه، ما یک هدف داریم و هدفش اینه که یک، همین اسلامی که در جمعه در ایران الان داره غارت میکنه، این اسلامی که در ایران داره غارت میکنه، این اسلام نماینده همون یهود و قوم یهودشونه، و دو، جمهوری انگلنشانی که امروز داره 41 سال ایران رو نابود میکنه، بهترین دوست و بهترین یار و دست نشانده همین جریان مافیایی که در موردش صحبت کردیم. اینا اسنادیه که یه بار دیگه نه دکتر سروش مهراد میگه، نه مهران کمالپور میگه، نه سعید قاسمی میگه، نه کتاب خودتونه. اون بخشایی هم که ازشون صحبتایی که گذاشتیم، اونا کسایی هم که شماها
شماهایی که پدرتون اسرائیل یا مادرتون ایرانه یا برعکس وسط پدر و مادرتون قاطی شدن، شما به این آدمها به عنوان قهرمانان کشور اسرائیل خودتون به قول معروف بهشون افتخار میکنید و این صحبتی که شنیدید صحبتی این است. اما همه این مسائل مخصوصا در مورد تورات رو من اینجا رو میسپارم به جناب کمالپور که توضیح بدن. ما یه سورپرایز داریم. همه این مزخرفات رو شما شنیدید؟ همه این مزخرفات توی توراتشون رو شما شنیدید؟ این همین مزخرفات رو احمد خاتمی، احمد جنتی، علی خامنه ای، روح‌الله خمینی و بقیه جکوجینو برای عمامه به سرشون هم همینو میگن. اینا رو قبول دارم، خودشون هم نمایندشن و بهش هم افتخار میکنن. درسته؟ بعد حالا بیا شما در ظاهر مخالف اون جریان جمهوری اسلامی باشی، شخصی که الان دارم خطاب قرار در موردش صحبت کنی، مخالف جمهوری اسلامی باشی، مخالف اون مثلا در ظاهر مخلفات درون جمهوری اسلامی باشی، بعد خودت ایمان 100% داشته باشی به این مزخرفاتی که توی تورات نوشته شده و این ضد و نقیض رو دوستان حالا بگردید پیدا کنید. بفرمایید مراتب. خواهش میکنم، در رابطه با تورات دیگه چیز خاصی نیستش که بگیم. اما اینکه بفرمایید دکتر. میگم آقای منشه امیر میگه اسلام دین صلح و برادری و دوستیه که خب خدمت رو عرض کنم، در رابطه با تورات دیگه فکر میکنم با توجه به مسائلی که آقای دکتر مهراد گفتن چیز خاصی نمونده باشه که بگیم. البته خیلی چیزا هستش و یکی از مهمترین موارد اینه که حتی خود یهودیان نسبت به صهیونیست مردم عادی عوام مد نظر من هست، خواص که همیشه اطلاعات دارن اما رو نمی کنن. خود یهودیان نسبت به صهیونیست ها مردم کوچه و بازار خیابونشون اطلاعات ندارن که این صهیونیست هستش که در آینده نه چندان دور تمام بیشتر نسل یهود رو خواهد کشت، همونطوری که به تمام جوامع و ملت‌های دیگه داره ظلم میکنه، داره جونشون رو میگیره و صرفا در رسانه‌ها شما میبینید که مظلوم نمایی میشه. شما بالای 85% رسانه‌های کل دنیا در اختیار صهیونیست هاست و برای اهداف شوم خودشون دارن ازش بهره‌برداری میکنن، برای خطای دید ساختن برای انسان‌ها در جوامع گوناگون با برنامه‌های مختلف از راه و روش‌های مختلف دارن استفاده می‌کنن. اما برای اینکه بدونیم چه اتفاقی برای ما رخ داده از قبل از سال 57 تا الان، همونطور که عرض کردم در کتاب سقوط بهش آندرو اسکات کوپر و انقلاب ایران به روایت بی بی سی یه مطلب به صورت متفق القول قید شده و اون اینکه رادیو بی بی سی فارسی و رادیو اسرائیل بزرگترین خدمت رو به جمهوری اسلامی و خمینی کرد برای روی کار آمدن. و ببینیم کسی که در رادیو اسرائیل مدیر بود و مجری خیلی از برنامه‌های سیاسی در زمان شاهنشاه بود، نظرش در رابطه با این توراتی که آقای دکتر مهراد برای شما خوند و از متن و مضمونش مطلع شدید، بریم نظر این آقا چیه، آقای منشه امیر در پاسخ به شهرام شارلاتان. بریم ببینیم. البته بخشی از تورات و جناب مهراد خوندن ها بخشی شد. بله، 1378 سفر که در 6 7 تا برنامه 4 ساعته باید خون. بریم ببینیم برگردیم دوستان. سوال کوتاهی یکی از دوستان مطرح کرده، شما الان فرمودید به مذهب فاصله دارید و اصلا آدم مذهبی نیستید، ولی ظاهرا در یه مصاحبه دیگری با یه تلویزیون دیگری گفتید به تورات ایمان کامل دارید. این درسته؟ اول هم چرفی زدید و اگر هست فرقش چی با هم؟ بله، متشکرم که این پرسش رو میکنید و این توضیح رو باید بدم. ببینید، من به تورات ایمان کامل دارم به عنوان یک کتاب فرهنگی و تاریخ ملت یهود و فرهنگ یهود. تورات مقایسش بکنم با کتب مقدس دیگر، تورات برگ زندگی انسان هاست. تورات مجموعی از راهنمایی های معنوی، اخلاقی، کشاورزی، پزشکی، دامداری، رفتار انسان با انسان تا
تاریخ یهود چطوری این ملت به وجود اومد، اینها رو من بهش احترام میذارم و این رو یک کتاب مقدس میدونم، ولی این از آنچه که با آنچه که گفتم هیچ گونه تناقضی نداره. من فرد سکولار هستم و به تورات به دید از دیدگاه یک کتاب فرهنگ و اسطوره ملت یهود نگاه میکنم و افتخار میکنم که تورات اولین کتاب دنیا بود که در آن نوشته شد قتل مکن، دروغ مگو، به مال دیگران چشم طمع نداشته باش. اینها رو تورات در چند هزار سال پیش نوشته.